من پگاه ورمونی هستم، نوازنده پیانو و خواننده موسیقی سنتی ایرانی کار کردم و در ضمن فارماکولوژیست هم هستم. اولین چیزی که یادمه حدود سن 7-8 سالگیه که با یه آکاردئون و یه ملودیکا شروع میکردم ملودیایی رو که حالا ساده بودن و میشنیدم و بزنم، و حالا آکاردئون خیلی مشکل تر بود چون سنگین بود، همزمان هم باید میکشیدمش هم باید کلیداشو فشار میدادم. خب برام خیلی سخت تر بود، فکر کردم که خب با ملودیکا میتونم راحت تر کنار بیام. اونم خیلی راحت نبود چون باید توی اون فوت میکردم و صداشو در میآوردم، ولی خب باز بالاخره یه جورایی میشد یه چیزایی ازش، یه صدای خوشایندی دربار نسبت به اون آکاردئون. هر چیزی میشنیدم شروع میکردم بزنم، ملودیشو در بیارم با اون ساز، تا تقریبا سن 8-9 سالگی که یه کیبورد خیلی کوچیک برام گرفتن و خیلی راحت‌تر شد کارم و دیگه نمیخواست فوت کنم توشو، فقط روشنش میکردم و میزدم و خب خیلی بیشتر تونستم آهنگای زیادتر رو درارم و گوشی بزنم. بعد دیگه از سن 9 سالگی افتخار اینو داشتم که کلاس‌های پیانو و آواز رو همزمان با استاد علی جعفریان شروع کنم که از خویشاوندان نسبتاً دور ما بودن. خب این شاید این افتخار نصیب هر کسی نشه که از سن پایین و اولین استادش یک نفر مثل استاد علی جعفریان باشن که خب سالها خدمت کردن برای موسیقی ایرانی، و خب اون در واقع آغاز سفر من بود توی موسیقی. سال 78 با ارکستر مجلسی بانوان فارس شروع کردم به کار کردن به عنوان پیانیست ارکستر و همچنین ارکستر علوم پزشکی دانشگاه شیراز. با هر دو ارکستر که رهبر هر دوشون استاد علی جعفریان بودن کار کردم، و دیگه بعد از اون تقریبا کار ارکسترال انجام میدادم تا وقتی که دیگه اومدم به استرالیا. خب شاید بهتره که اول بگم که من توی چه ارکستری بودم، چون این خودش حکایت هاست. استاد علی جعفریان حالا غیر از ارکستر علوم پزشکی که مدت خیلی طولانی نشد که ادامه پیدا کرد، ولی ارکستر بانوان فارس رو از سال 1377 پایگذاری کردن، و در این ارکستر حدود 35 تا 40 نفر خانوم می نواختن و می خوندن. خب کاملا قابل تصوره که یک ارکستر که فقط خانوما می زنن و می خونن چقدر می تونه مشکلات زیادی رو توی جامعه ایران داشته باشه. خب اجرای ما فقط برای خانوما بود و چون خواننده تک خان زن داشتیم، خب خیلی مشکل بود که بخوایم برای هر اجرا مجوز بگیریم، ولی خب انقدر کار استاد علی جعفریان در واقع شناخته شده بود که تا تقریبا 7-8 سال بعد از
فرم گرفتن، شکل گرفتن گروه ما نسبتاً میتونستیم اجرای خوبی داشته باشیم. بیشتر اجرامون توی تالار وحدت بود، شنونده و در واقع مخاطبای خاص داشتیم، ولی تالار وحدت هر سری که ما کنسرت میذاشتیم بلیتاش فروخته میشد کامل و خب خیلی احساس لذت بخشی بود که با تمام این مشکلات خب دیده میشد که چقدر استقبال میشه و مردم واقعا تشنه دیدن یک ارکستر که نوازنده های خانوم داره و خواننده های خانوم داره بودن. خب نسبتا خوب بود، یعنی ارکستر خیلی معروفی بود و میگم شنونده و خواننده خاص داشت. تقریبا از سال 1387، یعنی تقریبا بعد 10 سال که این ارکستر شکل گرفت، ما چندان اجرایی نداشتیم. بعد دیگه حدودا اون زمان که سال 1389 که من اومدم به استرالیا، این ارکستر کلن تقریبا میشه گفت یه سری تمرینای خونگی بود و همین و منحل شد. و متاسفانه به خاطر اینکه دیگه مجوز صادر نمیشد برای اجراها، این ارکستر منحل شد و دیگه الان وجود نداره عملا، فقط خاطره ای هست از اون. وقتی که حدود 10 سال توی یه ارکستر با کیفیت خیلی بالا کار کردین و تقریبا تمام زندگیتون با موسیقی بوده از 9 سالگی، خب یه خلأ خیلی بزرگه. یعنی من وقتی که اومدم اینجا انقدر شاید بگم مساوی با خانواده‌ام برای موسیقی دلتنگ شدم و خب شروع کردم دست و پا زدم گروه های ارکستری که اینجا بودن، ارکستر های کلاسیک و شروع کردم پیدا کردم. خب ساز من پیانو بود، پیانو سازی که غربیه و اساساً شاید اینجا بهتر بشه ارائهش داد، ولی خب من پیانوی ایرانی و به خصوص سنتی کار کرده بودم، من ردیف کار کرده بودم و اون سبک موسیقی تقریبا به درد اینجا نمیخورد و حتی اگه که میتونستم هم خب چون در حال نوت خوندن در حال چیزی که میشه انجامش داد، ولی اون چیزی نبود که منو ارضا کنه و من رضایت خاطر داشته باشم از اینکه توی یه ارکستر کلاسیک بزنم. و اینم واقعیتیه که انقدر کسایی که اینجا پیانو کلاسیک زدن خب حرفه‌ای هستن که موسیقی خودشونه، که دیگه قطعا اگه قرار بود انتخابی باشه من تو اون انتخابا نمیتونستم باشم. در حال حدود 1 سال این درموندر زدم و در این حال دنبال نوازنده ها و خواننده های ایرانی بودم اینجا. بعد از 1 سال 2 نفر پیدا کردم که خب خیلی برام مهم بود. و الان بعد 5 سال این گروه به 8 نفر رسیده، عضو ایرانی و غیر ایرانی داره، همه واقعا حرفه‌ای هستن تو کار موسیقی و خیلی اجرای متعددی داشتیم اینجا، اجرای خیلی موفقی داشتیم. این ماجرای در واقع سفر من به استرالیا و ادامه این مسیر بود. خیلی سخت بود واقعا رسیدن به اینجا توی این 5 سال، ولی خب الان راضیم، الان جایی که هستم خیلی راضی هستم ازش. Oh,
روش‌های سنتی رو خیلی دوست دارم که حفظ کنم، ولی در کنار اونا دوست دارم یه چیزای جدیدی به وجود بیاد، یه ملودی‌های جدیدی ساخته بشه و توی اونها از روش‌های نوازندگی جدید استفاده بشه که خب تلفیقی میتونه باشه از روش‌های گذشته از اساتیدمون استاد معروفی و روش‌های کلاسیک غربی. خب این فکر می‌کنم خیلی جذاب‌تر میشه، به خصوص برای کسی که مخاطب ایرانی و غیر ایرانی داره. و الان من توی آهنگایی که می‌سازم تقریبا این رو سعی می‌کنم اعمال کنم. یه تیکه‌های از آهنگام خیلی خیلی می‌تونه سنتی باشه و کاملا از تکنیک‌های استاد معروفی استفاده می‌کنم. در این حال طوری موسیقی رو تنظیم می‌کنم که با سازای غیر ایرانی و در واقع با هارمونی‌های کلاسیک این همزمان اتفاق بیفته. و خب یه بخشایی هم داره همزمان اون آهنگ که میتونه حتی به گوش یه غیر ایرانی خیلی آشنا بیاد و احساس کنه خب این ملودی رو میشناسه. تنها دلیل مهاجرتم درس و تحقیق بود، یعنی اگر که فقط یه موسیقیدان میخواستم باشم هرگز مهاجرت نمیکردم، ولی چون که من در کنارش درس خونده بودم و دوست داشتم که به عنوان محقق ادامه بدم توی ایران، نه که چون من یک زن بودم بلکه چون یک محقق بودم، خیلی محدود بود و این باعث شد که از روزی که رفتم دانشگاه و رشته داروسازی رو شروع کردم تصمیم بگیرم که زمانی که درسم تموم شد برای ادامه و پی‌اچ‌دی ایران ترک بکنم و جای برم که خب احساس میکنم میتونم پیشرفت بهتری داشته باشم، امکانات بهتری برای تحقیق داشته باشم. این موسیقی در واقع باعث شد که من تمام سختی راه رو توی دوران پی‌اچ‌دی که میخوندم بتونم راحت‌تر تحمل کنم، یعنی این باعث میشد که به من این انرژی رو بده که خب اگه که الان این سختی رو دارم توی درس خوندنم میکشم، ولی یه جای دیگه چیزی دارم که بهش دلگرمم. همیشه اون دلگرمیه بود که اگه اینجا من گیر افتادم و احساس کردم یه کمی داره سخت میشه شرایط، بگم نه یه چیز دیگه هست که اون همیشه خوبه. اون اگه حتی گروه نداشته باشم، اگه حتی نتونم توی یه ارکستر بزنم، میتونم برای خودم بزنم و برای خودم بخونم، برای خودم آهنگ بسازم و لذت ببرم از بودنش. بنابراین مدیون این هنر هستم. اعتماد به نفس خیلی زیادی میده بهتون وقتی که فکر میکنین میتونین یه گروه هدایت بکنین، اجرای موفق داشته باشین و در واقع پیشرفت بکنین به عنوان یک زن توی یک جامعه‌ای که در واقع یک جامعه، حالا نمیتونم بگم بیگانه چون من اصلا احساس بیگانگی اینجا نمی‌کنم، ولی یک جامعه جدا از جامعه‌ای که توش به دنیا آمدین، بزرگ شدین و سالها زندگی کردین. خب این احساس موفقیت خیلی خیلی خوبیه.